دلیل آزادی توماج و حواشی جنجالی این اتفاق عجیب. حمله برخی از رپرها به توماج و آزادیش که میگن مشکوکه. بابا اینجا رو هم کردن این سوء استفاده ساسی مانکن از ترانه علی دوستی برای بازدید گرفتن و دروغی که به مردم گفته. ادعای عجیب سحر قریشی که میگه وقتی خونه تتلو بودم اون فیلمای رابطه جنسیش با دنیا جنبخت رو بهم نشون داده. خب آدم خودش رو خفه بکنه خیلی بهتر از اینه که یه چرخ و فلک رو صورتش باشه. من اینجا همینجا جوابتون رو بدم خب در اپیزود بریم سراغ خبر جنجالی آزاد شدن توماج صالحی بعد از 8 ماه زندانی شدن. همونطور که میدونید بالاخره توماج آزاد شد و عکسایی رو بعد از بیرون اومدن از زندان منتشر کرد که نشون میده خیلی سرحاله و خدا رو شکر حالش خوبه. بعد از اینکه این خبر پخش شد دیگه حتما دیدین که اکثر رپرها و هنرمندا به این موضوع واکنش نشون دادن و همه خوشحال شدن. اما خب همین موضوع یه سری حواشی هم به وجود آورد و یه عده میگن توماج چرا سالمه، مگه نگفته بود شکنجش کردن؟ از طرفم یه عده میگن دلیلش هر چی باشه مهم نیست. و اما این وسط چند تا رپر هم نظرهای متفاوتی داشتن و یکی از رپرهای نسل 4 نوشته توماج جان خوش برگشتی، ولی همیشه برام سوال بوده که چرا همه رو کشتن اعدام کردن به غیر از تو. کاش برخوردی که با تو کردن با همه میکردن. صفحه این استگرام همه بسته شد به غیر از تو. حسین رونقی تو یک ماه یک کاری باش کردن که 5 بار مرگ و مزهشو چشید. اما خوشحالم سرحالتر از همیشه ای. کاری جز باور کردنت نداری فعلا. چی شد؟ توماج که خوب بود. نظر همه داره یکی یکی بر میگرده. فقط عاشق این رپرام که سر از باسن خر در نمیارن. یه بار بازداشتگاه نرفتن. فقط بلدن استوری بزنن. از اون طرف هم ساسی مانکن که همیشه برای موزیکاش حاشیه درست میکنه اومده و گفته که با ترانه علی دوستی یه فیلم بازی کرده و تو کمپانی رادیو جوانم همین دروغ رو گفته. بعد از منتشر شدن این خبر یه سایت سینمایی در این مورد نوشت چند ساعتی است که ساسان حیدری یا ساسی مانکن و پیج رادیو جوان با انتشار پوستری از یک فیلم به عنوان شیدا خبری از همبازی شدن ترانه علی دوستی و این خواننده در ترکیه دادن. گفتنی است که ترانه علی دوستی در این فیلم حضور نداشته و این پوستر جعلی بوده و با استفاده از عکس قدیمی از ترانه علی دوستی مربوط به فستیوال کن و با هوش مصنوعی ساخته شده است. احتمال می رود این حرکت بابت ساخت حواشی برای انتشار ترانه جدید ساسی مانکن ایجاد شده باشد. و اما از اون طرف هم سحر قریشی که درگیرش با تتلو بود حالا دیگه خانوادگی شده و اومده گفته که تتلو فیلمای جنسیش با دنیا جانبخت رو بهم نشون داده و دنیا هم میگه من الان یک مادرم و دوست ندارم به این صحبت ها اشاره بشه. خوش خارمادر و شروع کرد دروغ گفتن دقیقا عیناً و حتی بدتر از اینا رو در روزهای مختلف در رابطه با همین خانم کناری خط هستن در مورد ایشون میگفت و دخترهای دیگه در مورد همه نه فقط در مورد ایشون دقیقا همون حرفایی که در مورد من زد عیناً یه خود بیشتر در مورد ایشون میگفت. این حرف ایشون رو زد که اینقدر بعد شروع کرد گفتن من به من گفت که به جز بازیگری چه پلنی داری؟ من گفتم که من برند لباسمو ثبت کردم و برند لوازم آرایشی و مسخرم کرد سر برند لوازم آرایش که آره فلانی هم داره این کارو میکنه تو چقدر خزی و شروع کرده در مورد ایشون بدگویی کردن و همه اینا از حسادتش میاد. یعنی فکر نکنید که کار خزیه یا مثلا چیزی، نه همش از حسادت. موفقیت هر کیو میدید حالش بد میشد و هر چی که میگفت ریاکشنی که میداد به مردم میده عیناً دروغه. خب به نظر من در مورد خفگی اگر که بخوام جواب بدم، خب آدم خودش رو خفه کنه خیلی بهتر از اینه که یه چرخ و فلک رو صورتش باشه. یعنی نظر شخصی من حالا بسته میدونم. یعنی اشاره داره میکنی به تتوهایی که روی صورت خانم قریشیه، درسته؟ خب من اینجا همینجا جوابتون رو بدم دختر عزیز. من حاضر بودم از این خونه بیام بیرون و نه من آدم اینقدر ضعیف نیستم خودکشی بکنم، خیلی هم بچه قویه بچه پررو هم. حاضر بودم یه تتوی چرخ و فلک کوف بذارم تو صورتت، بعد هر جا میخوای بری برو. من یه مارکی زدم بهت که هیچکس با دوست نشه، هیچکس هم نیاد. تتلو رو گذاشتم رود، حالا برو نگاه کن ببین تو اگه دوباره برنگشتی به این خونه. این بود داستان چرخ و فلک. هیچی اگه میگفت بزنه چه میدونم اردک و قازم بزن، من اردک و قازم میزدم از اون خونه بیام بیرون. وگرنه من از شما بیشتر صورتم دوست دارم. من از صورتم پول در میآوردم، من حرفم صورتم. و میبینی که الان تمام تن من خط خطیه. شما دخترها ورزشکار باشید. دوست دختر امیری با ورزشکار حرفه‌ای به تو پیجش نگاه کنید. دهن این بچه رو سرویس میکرد که چرا ورزش میکنی؟ دختر رو در هم یا با دختر تو اتاقشون از خواب بیدار شد که ردمیل بود ورزش میکرد. من نمیدونم چرا سوال نمیان صحبت کنم. ورزشگاه رژیم پودر میخورد فلان میکرد. پدر اینو در آورد. خرابی تو پیزار تو هست.
ببین این آدم نمیتونه ببینه یادم موفقه و از تمام جنگش با من تو کل این اتفاقا این بود که چرا از فالوورات یه دونم کم نشده، چرا بیشتر میشه کمتر نمیشه. خب تو اینستاگرام هیچی نمیذاشتم، من از دیگه 5-6 ماه هیچی نذاشتم دیگه، 4 تا استوری دارم خودش میگرفت میذاشت دیگه، از خودش و تبلیغ کنسرتش و فلانش و اینا. خب مسئله اینه الان ایشون الان گفتش که آی منم من رفتم خیلی سکسی ایشون رو ماساژ دادم، چه تو اگه براشون خیلی سکسیه واقعا متاسفم که با این چیزا تحریک شدن یا مثلا خوششون اومده که خیلی سکسی بوده الان ماساژی که نه خیر، اینم جزی از همون زورا بود. من دم آتیش 3 روز بود اونجا، دم آتیش تبدیل شده بودم. چرا؟ چون همین آقای طراح لباس با دوست دخترش بودن و جلو تلویزیون میشستن، مشروب میخوردن، اشغال میکردن، خوش میگذروندن، میخندیدن. این طاقت خوشگذرونی کسی رو نداره. خب به من هم گفت حق نداری بیای تو از توی آشپزخونه که دردش رو به حیات از بالا بیای، نهایتا دم آتیش اون بر وایسی. من اونجا وایساده بودم دم آتیش و فلان، بعد 3 روز اومد اون بر سمت من گفتش یه من یه ماساژ بده، کلاتو بذار سرت، کلاه سویچاتو اون سرم کردم، منو ماساژ بده. من ماساژش دادم، بعد گفت تناز بیا یه ویدیو بگیر از ما. تناز اومد ویدیو گرفت. ببین من بریده بودم از اینکه اوکی مردم فهمیدن، اوکی بقیهش رو نفهمن. من روزگار بعدی رو گذروندم، نمیتونم بگم خدا سرشون بیاره که بفهمم من چی کشیدم، واقعا خدا واسه ایشکی نیاره. و اینکه نرفتم بله واقعا از بدبختی این آدمه بود، واقعا اینم بهتون بگم یکی از دلایلی که نرفتم هم این بود، چون طرفدارای خودشون گفتن بیا ببریمت شکایت کن و من گفتم که انقدر حالم بده واقعا نمیتونم، اصلا من فقط میخوام برم تو خونه خودم، که بعد دیدم ایران نمیتونم برم. بعد مونده بودم کجا برم، گفتم که من برم دبی حداقل یه جا فقط برم، یعنی شما نمیدونید من با چه شرایطی تونستم برم دبی. پرواز نبود، فرودگاه اسیر شدم، چه بلاهایی سر من اومد، چه آبروی از من رفت، از اینا اون گوشی بگی بالا تماس بگیر و نمیدونم پاسپورت رو بهشون بده، حالا برو این و برو اون. من کلی داستان داشتم واقعا و بدن من خون داشت پای من میومد، میدونید اصلا خجالت میکشیدم اصلا که خواهم به کسی حرف بزنم. بعد شما نمیدونید تو اون لحظه من تو اون لحظه افسردگی و حال بدی که داری و زندگی 20 سال زندگی تو از دست دادی، بعد الان من برم شکایت کنم، بعد 4 نفر دور برش بیان ترکی حرف بزنن بخرن یارو رو. اومد بالا گفت به من که چرا نمیای پایین، گفتم که خب من بالا نشستم. نه چرا نمیای پایین، چرا دوستای من تحویل نمیگیری، چرا فلان دو تا زد تو گوش من. بعد دست پایین به اونا گفت نمیدونم شما فلانی، شما به ما یه ذره فوش و فلان و این حرفای علکی دعوای علکی و تشنج ایجاد کرد. دوباره اومد بالا شروع کرد از ساعت 3 منو زدن تا ساعت 5 بعد از ظهر تلفن کرد به اون دخترایی که انداخته بود بیرون شب قبلش که برگردیم 3 تا بلیت بگیرم، شما اینم بردارید برید ایران. به من میگفت تو بری ایران که تو رو بگیرم بکنن زندان، خارمادر تو یکی کنم، من اونجا آشنام دارم و داشت واقعا و واقعا هم داشت. یعنی چند بار با یکی از اینا پسرای آقازاده هایی که قبلا تحقیق شده بود صحبت کرده بود. خب حالا فامیلشو نمیگم. بعد به اون زنگ میزنم که بکنن تو خارمادر تو یکی کنن های حرفا. حالا در کل نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.